حالا همینه، بزن جون مادر بزن. شیت او مای گاد، بچه ها چقدر داره حساس پیش میره. شیت رفقا، قبل اینکه بخوایم ویدیو رو شروع بکنیم خواستم بهتون این موضوعات رو توضیح بدم. اولین موضوع اینه که بچه ها امروز ویدیومون دوئل بود با علی کیلر. واقعا بچه ها دوئلایی که امروز زدیم میتونم بگم خارق‌العاده استثنایی بود. بچه ها قبل از اینکه استارت بزنیم اینم بهتون بگم، بچه ها دوئل اول متاسفانه به صورت لایو نیست، ولی بچه ها دوئل اول همون دوئلیه که بهترین دوئل بود توی همین بازی. یعنی اینقدر از جذاب بودن این بازی بخوام بگم کم گفتم، ولی متاسفانه دوئلمون در واقع فقط دوئل اول است. دو دوئل بعدی خیلی راحت و روون و کلا لایو و اینا بوده و فقط دوئل اول بر ما ببخشید. بریم که شروع بکنیم ویدیو رو. Let's go. سلام به ویدیو دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید بچه‌ها. توی این ویدیو قراره که با علی کیلر، یکی از بهترین پلیرهای هوک سایکل، که میتونم بگم بهترین پلیر هوک سایکل ایران هسته، حالا خیلی های دیگه هستن ولی واقعا قبول باید داشته باشیم که علی کیلر بهترین پلیر هوک سایکل ایران هستش. بچه ها ویدیو امروز قراره که دوئل باشه در برابر علی کیلر. واقعا بچه ها اگه دارید این ویدیو رو نگاه میکنید حتما چنل یوتیوب علی رو سابسکرایب بکنید، براتون توی دیسکریپشن گذاشتم، و حتما حمایت بکنید از ما. قرار ویدیوهای مشترک فوق العاده خفن و جذاب تر از این چیزی که در حال حاضر قرار ببینید داشته باشیم. ببینید داشته باشیم بتل اول رو همونطور که مشاهده میکنید و میدونید بتل دوئل هستش و من در مقابل ترکیب لاوا دارم بازی میکنم در حال حاضر. بریجستان در برابر لاوا دیگه، یه مچاپ فوق العاده میتونم بگم 50-50، چون توی لدرم وقتی که این دو تا ترکیب به هم دیگه میخورن همیشه 50-50 پیشرفت بازیه و به نظرم ترکیبای بعدیمون مخصوصا برای من سخت‌تر باشه چون پکا دیگه ندارم. ببینیم چی میشه اینجا. اوکی زب داره، ما بندی تو سری انداختیم. میدونستم که هیچ کاری نمیتونه انجام بده اینجا. بله یس، سمت راست کاملا تحت تاثیر حرکاتم قرار گرفت، ولی اینجا هم که کاملا دارم اسپم میکنم. اسپم های دعاشتونه که بازی گرفته فعلا. بچه حتما حتما چنل علی هم سابسکرایب بکنید. حیفه ما حمایت نشیم. عالی، یه شات دادیم بهش. بچه ها من دوئلایی که تا الان داشتم در برابر پلیرهای دیگه هیچ وقت خوب نبوده، خوب عذاب در نیومده. یه جورایی من دوئل زنام ضعیفه، یعنی ترکیبای هرچی هم خوب بچینم ولی در نهایت خوب نمیتونم زیاد هندل بکنم کار رو. ولی این دفعه قراره که 100% داشتشون رو ببینید. اینجا یه کاری کردم که بربر رو ننداز، یعنی اکسیرش نرسید که بخواد این کار انجام بده. نسخه مینیون هم هست و دواشتون بریج اسپن باز قهاریه. اوکی مینیون، بچه ها مینیون رو دیگه چه زمانی انداختن؟ دقیقا زمانی که با فایربال زدن هیچ کاری نتونه انجام بده. پکا اول سری پویزن که زب اینجا ایویز عالی داره پیش میره قضیه. ضربه رو نزد ولی متاسفانه اون ضربه اسکلی دراگون خورد به تاور گوست. چه زمانی پشمان بچه داره سخت پیش میره. برس یس پویزن بندید سری فایر بالو زد لعنتی. بالون رو میکاره اینجا، فکر نمی کنم کار خاصی انجام بشه. یس بچه ها، یه بتل فوق العاده جذاب دیدنی. من حال کردم بچه ها با این بتل. تا چیز نشده سری اینترنت رو درست بکنیم. بچه ها بلا فاصله دوئل دوم شروع میشه.
من این دفعه از ترکیب اسپلش یارد از نسخه بولر که سازندش بچه ها یه فکت بهتون بگم کانفوست بوده، پلیری که یه جورایی همدوره من بوده. من موقعی که رنک 20 جهان زدم این پلیر رنک 4 جهان زد بچه ها، همون موقع هم که داشت شروع بوسید کنار گذاشت و از اون موقع تا من نیدم توی لدر بازی بکنه، یه جورایی به قول خودمون تو اوج خدافزی خودشو کرد و گیم پلی داره که واقعا فراموش نشدنیه. ببینم میتونم با این ترکیب خوب بازی بکنم یا خیر. اوکی فعلا کاری ندارم به این چیزش. آیس حرکت خیلی خاص و معروف. بچه خودم از این حمله انتظار بیشتری داشتم، یعنی انتظارم این بود که حداقل 60% دمیج بره، در واقع که تاور بره. اوکی اکسیر کالکتر رو کاشت، باید حواسمون شیشتونگ باشه. بچه ها من توی این بازی نمیخوام از ترکیب اصلیم استفاده بکنم، اینم بهتون بگم، میخوام دوئل دیگه. بچه ها به هر حال سیم و بین و بلو نیستش که بخوای با ترکیبای اسید بازی بکنی، اینجا دوئله بچه ها، باید با ترکیبای جهانی بازی بکنی تا در واقع دوئل بودن جورایی معنا پیدا بکنه. اوکی سریع یه دونه والکری فوق حرفه‌ای. او مای گاد. آخ بچه ها سمت چپ. شیت بچه ها شیت. متاسفانه چقدر دمیج وارد کرد. اوکی گالم رو کاش، لعنت بهش. سری فریز سورنادو. وای آیس ویزارد بمیره کارم تمامه. اوکی سری والکری. بچه ها یه حمله عجیب میخوام انجام بدم تا ببینیم حرکت میگیره یا نه. خیلی سخته. اوکی تورنادو رو کاشت. بولر لعنتی چقدر داره عالی بازی میکنه. نمیدونم علی کیلر رو، ولی من نمیخوام با ترکیب اصلیم بازی بکنم. اوکی شیت بیریم چی کاره. وای شانس بودم. گریویارد رو دیگه بکاریم. آیس حالا همینه. بزن چونه مادر بزن. شیت یس بچه ها عجب گیم پلی، عجب گیم پلی فراموش نشدنی بود. یه گیم پلی خیلی خفن بچه ها. یه همچین گیم پلی من تا حالا جلوی هیچ ایرانی نداشتم. خیلی جذاب و نزدیک داشت پیش میرفت. این ویدیو رو اصلا دست نید که ادامش قرار شاخترین باشه. خب برابر اکس بریم. واقعا دوئل اول خیلی استثنایی بود. بچه ها این دفعه هم پکار استفاده میکنیم، صد البته پکار بریج اسپم و امیدوارانه به ادامه بازی که ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه ها توی چنل علی هم قطعا قراره بعد این بازی ها دوئل بگیریم و علی هم بذاره، اونم حتما ببینید و حمایت بکنید. خب چیه ترکیبش؟ آخ نه بچه ها این ترکیب فول زده برا بریج. او شیت
من خودم هزاران بار دیدم سیمو به این مچاپ باخته توی لدر سیزن گذشته، هزاران بار به این مچاپ خورد و باخت. خیلی کم، یعنی شاید بگم یکی دو بار بیشتر نبرد این مچاپ رو. ببینیم ما چی کار میکنیم. ضعف. اوکی، اولی ضربه. آها، ماسکیتر رو باید با پویزن بزنیم. اوکی، خیلی زده بچه، ترکیب فول زده. و وقتی که این مچ با من هر بار میدیدم از قبل میدونستم کی میخواد ببره، چه توی تی وی رویال چه توی چیز، چون کاملا کارت ها فول زده. باید توی انتخاب ترکیب خورده هوشمندانه عمل بکنم که پکاب ریجس همون زودتر از چیزی که میخوام نمید بندازم دیگه، انتخاب بکنم در واقع. پکا. او شیت، گستم چه موف موف رفت. مینیان بندیت پویزن. اوکی، متاسفانه هر کاری بکنم نمیشه انگار. بکنم ماینرش داره دیگه، الان ماینر رو داره، یعنی احتمالا بندازه. شیت، خب بچه ها بطل اول تموم شد به نفع علی. واقعا بطل یه طرفه ای بود، من هیچ کار خاصی نتونستم انجام بدم. بریم ببینیم که چه ترکیبی میتونم بردارم. ببینید رویال گوستو دارم و لاوا، میخوام لاوا رو انتخاب بکنم تا ببینیم چی میشه داستان. اوکی، گو چی دارک مینز. خب بچه لاوا چیزه، گالمه. والا اساتید لاوا کم نداریم. بگید ببینیم این مشاب چنده. نظر شخصی من اینه که گالم میتونه این ترکیب رو بزنه، این نظر شخصی منه. حالا ببینم شما چه چیزی تو ذهنتونه. به نظرم یه مشاب 60 شد به نفع این نسخه گالمه، مخصوصا این که بچه من از اِوولوشن استفاده نمی کنم، این ندارم که استفاده بکنم. وگرنه مثلا الان اگه بربر اِوولوشن داشتم میگفتم 50-50 یه مچای 50-50، ولی ندارم اِوولوشن. وسط کشتم که یکیش بره فایربال قطعا. جدا شو. آها، جدا شده. خب چیزی که میخواستیم اتفاق افتاد، اکسیراش که کشید بیرون، موتور حالم از این موتور به هم میخوره بچه ها، بدترین وسیله نقلیه است. اوکی، بالون. اخ اخ، یه دقیقه ریپ زد بچه ها نت. شما فکر کن تو این ترکیب من برابر اِوولوشن مثلا بیارم، واقعا گالمینات آنتن نمیتونه بده. میریم تو کار لاوا هاوند. یه چیز داره دیگه، فونیکس داره. بله، حالا میگا مینیون. اوکی، فایربال.
بزن. ای شت بچه ها، چقدر بدشانسی رو بردم. عروز آخ 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 لابا داشتم، حواسم نبود. وای گادمو نزنه اینجا الان. وای بچه ها نابودمون کرد. به نظرم خوب بازی کردم، ولی بچه ها این گادمو نمیشه هیچ جوری گرفت. چرا اگه اِوولوشن بربر داشتم میتونستم بگیرم. همین الان هم اگه مینداختم میدونم این چه اتفاقی خاصی نمیافته، به خاطر همین دارم بهتون توضیح میدم. لعنتی وای بدشانسی از نظر این که میتونستم بهتر بازی بکنم. بچه ها یه خورده ترکیبه رو عوض بکنیم ببینیم چی میشه داستان برای دوئل آخر. بچه ها به سافتیریه دیگه، به سافتیری دوئلیه و باید مچ آخر رو الان با هم بزنیم، وگرنه مشخص نمیشه کی میبره. الان یکی یکیم. خدا وکیلی بچه ها سطح ویدیو تا اینجا خیلی بالا بود، نمیگم مثل ویدیو سیمو یا بلو، ولی واقعا سطح فوق العاده بالا بودش. چون خب چیز دیگه طبیعیه دیگه، نه من از سرکی بستیم در واقع دارم استفاده میکنم نه علی کیلر. اگه جفتمون مثلا مثل بازی های بلو یا سیمو میخواستیم از سرکیب اصلیمون بازی بکنیم استفاده بکنیم، خب طبیعتا هزار درجه تغییر میکرد. خب میخوایم یه کاری در واقع این کار رو با هم انجام بدیم در آینده، بذار باش صحبت بکنم با علی، این کار رو با هم دیگه انجام خواهیم داد، البته اگه خودش قبول بکنه دیگه. من ترکیبم هوک سایکل رو میزنه، ببینم خودش چی میگه. مثلا ترکیب بلو هم منو میزد، ولی من قبول کردم که با هم دیگه توی در واقع بستافای بازی بکنیم، فقط با ترکیبی اصلیمون که دیروز براتون گذاشتم دیدید. اون ترکیب بریج اسپم بلو منو همیشه میزنه، ولی خب اون چیزی که مهمه محتواست. اگه علی هم این کار رو بخواد انجام بده من بهش پیشنهاد میدم که با ترکیب اصلیش فقط بیاد. میگم مچاب زیاد مهم نیست بچه ها. الان دیدی دیگه من به گالم باختم، یه مچه هایی بودش که میتونستم ببرم و آخر در آخر باختم. میگم اگه خودش قبول بکنه به نظرم جذاب بشه. بچه داریم ترکیبا رو میچینیم. لیس قوی قلدر اوکی. بیستاب کجاست؟ چشام نمیبینه یا هست جلو چشام رو نمیتونم ببینم. کور شدم بچه ها کور. آها همینه، اینم اوکیه. برو بریم بذاری دقیقه اینم. بچه ها نمیخوام ترکیب اصلیمی رو بچینم، ولی شبیه به اون رو میخوام بچینم، یه چیزی که تا حالا شاید بازی نکرده باشم. ناکنید ببینیم چی در میاد، چی عذاب در میاد. اگه بخواد توی این دوئل آخر از هوک سایکل استفاده بکنه که احتمالش بالاست، ما باید چیز داشته باشیم برای رو کردن. اوکی لامبرم که قطعا نمیدونم، بومتابرم به نظرم جالب بیاد. بومب تسلا هم هست ولی بوم بهتره بچه. بومتابر قطعا نسخه بهتریه. الان کافیه بندیت هم رو جابجا بکنم به جای یه زپی چیزی که حداقل یه چیز داشته باشم، و قطعا دارشمونیز که با فایربال یه چیز فوق العاده عالی در میاد. بریم داشته باشیم مچاپ های آخر این دوئل فوق العاده حساس و جذاب رو. Let's go بچه ها، دوئل آخر رو داریم به امید برد. میخوام در بتل اول از همون نسخه ای که در واقع گریویارد هست استفاده بکنم، ببینم چی داره دیگه علی.
ببین ترکیبای زد برای این نسخه گریویارد قطعاً یکیش لاگ بیته، قطعاً. یعنی لاگ بیت به این ترکیب بخوره گمون نمی‌کنم حتی یک درصد هم شانس داشته باشیم، چون خودم گیم پلی کانفوس رو نگاه می‌کردم همیشه به لاگ بیت می‌باخت همیشه. اون یکی هم جاینت دابل پرینس بچه‌ها، این نسخه سخته جاینت دابل پرینس. یه دونم چیزه تری ماسکیتر هم شاید، البته باید ببینیم چی میشه، تری ماسکیتر هم شاید چیز باشه، سخت باشه برامون. شیت بچه شانسی داره بیداد میکنه. تورنادو بچه، این نسخه واقعا سخته، نسخه موینه داره بازی میکنه، موین تری ماسک. قطعا که تاریخ انقضای این ترکیب 2-3 سالیه که گذشته، ولی بچه همچنان بعضی از ترکیبایی که داشت رویالو اینه چین هلو قورت میده، که اینم یه نسخه ای هستش که دقیقا همین موضوع رو داره. باید فوکوس بکنم، فوکوس. سخته بچه ها، لعنتی پاور رفت. نمیدونم بچه ها، توی ویدیوی امروز اصلا ترکیبام خوب نبود اصلا، یعنی هر ترکیبی که انتخاب کردم علی زدشو برداشته بود، یعنی فکر نمیکردم اینقدر مچاپای امروزم ریده باشه. از انتخاب منه بچه، مشکل از انتخاب منه، بلا مشکل از چیز دیگه نیست، انتخابام بد بود توی انتخابای ترکیب. مثلا اگه الان چیز رو انتخاب میکردم، چیه اسمش، ترکیب ووتاپو به نظرم بهتر بود. وال حتی ضربای بولر هم از شانس ما به ماسکیتر نمیخوره. بیا 5 ماسکیتر تو زمین که 4 تا شقربن جوناشون پره. تورنادو بولر شیت. بچه ها نگاه کنید سمت راست، به خاک رفتیم. متاسفانه بتلو واگذار میکنیم. باید بچه ها ردیف کنم تو این ترکیبا. چیو بردارم آخر؟ بذارید لوا رو بردارم. ببینید اگه این، ببینید من اگه پکار استفاده میکردم و میبردم هیچ فایده ای نداشت، چون بتل بعدی مطمئن بودم یه چیزی برمیداشت که با هیچ کدوم از ترکیبایی که داشتم دیگه نمیتونستم جلوشو بگیرم. اگه الان با لوا بتونم علی رو ببرم، شانسم با پکا بالا میره. اگه ببازم که دیگه هیچ. خب علی هم از لوا داره استفاده میکنه، نمیدونم نسخه چی. ما که نسخه دامنیکه تقریبا، حالا با یه تغییرات خیلی ریز نسخه دامنیکو داریم بازی میکنیم. یه عروض باید صبر کنم، قشنگ فینیکس بیاد، حالا میزنم یه عروض عالی، بالون، تامبسون. او شیت، یه ضربه زد اسکلتون کینگ. من چرا آخه ماینر زدم؟ من از ابیلیتی استفاده میکردم تاور نصفش میرفت. بعضی وقتا زود عمل میکنم دیگه، باید صبر رو کنم. من نقطه ضعفم هم همینه بچه. یه به صافای به دیگه هم داریم، به صافای به تموم نشده، با راکانه و
احتمال 99.9% هم چیز بگید اسمشو، جک، یه تامبسون حرفه‌ای که قشنگ خیلی خوب بود تامبسونم. بچه با ای سی هم ردیف کردم به سافایو با ای سی په. خدای پکارم که قراره که جفتمون با ترکیبای اصلی اون بازی بکنیم. بله بچه ها درست شنیدید، ای سی خدای رم رایدر. از الان به فکرمون مچاپ های سختی هم که در برابر ای سی قراره بزنم. دفعه پیش که باش به استفاده زدم زدمش، یعنی 3-2 بردمش چیز رو با ترکیب اصلیمون قطعا بردم و این کار رو باش انجام دادم. امیدوارم که بتونم ای سی رو بزنم. فعلا اینجا گره خورده کارمون. او مای گاد بچه ها، فونیکس یه زن جونه مادرت فوی من. تومبسون، او مای گاد بچه ها چقدر داره حساس پیش میره. شیت بچه ها اینجور رو نگاه بکنید. او مای گاد، او مای گاد، او مای گاد، عجب مچاپی، عجب مچاپی. فقط امیدوارم اونایی که ندیدن و بعدا دارن میبینن حسرت این لحظه ها رو نخورن. واقعا بهتون میگم ویدیوی امروزم از اون ویدیوهای خفن بود. حتی نمیگم چجوری بگن، اون حس نوستالژیک بودن رو به دست داده. میخواستم اینجوری بگم چون بعد کلی خیلی وقت دارم بازی میکنم، چه توی لده رو چه توی بست آف فایو، و یه مدت هم یادتونه دیگه چطوری چیزمون بود یوتیوب، من آی دربارش ویدیو ساخته بودم، وای اون چقدر اصلا داستان داشتیم. و بچه ها بچه بازی بود، انگار بچه بودیم. بچه ها داره با هوک سایکل بازی میکنم، یعنی از سه دوئلی که تا الان بازی کردیم من بدون اینکه از ترکیب اصلی استفاده بکنم دارم تمام میکنم، و علی کیلرم یک بار از این ترکیب اصلی استفاده کرده و تا اینجا واقعا ویدیومون فوق العاده بوده. نمیدونم اساتید این مچاپ رو بهم بگید ببینم چطوریه، ولی به نظرم این مچاپ شاید یه 70-30 به نفع علی باشه. نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی به نظرم چون من اِوولوشن، حتی اِوولوشن این لعنتی چیزا رو ندارم، کارتایی که اِوولوشن شدن جدیدن، و هم رویال دلیوری خودمون. سخته بچه ها، اینجا نمیتونم کار خاصی انجام بدم متاسفانه. اوکی حالا یه بار داریم بیرون ویدیو میگیریم، انگار اتوبانه. نها کنید، یعنی هیچ جوره نمیشه جلوی ضربات هوک رایدر رو گرفت. ای کاش من یه جوری برنامه رسی میگردم که بتلی که الان داریم میزنیم چیز باشه دیگه، با پکای خودم باشه، ترکیب هستیم. اگه با ترکیب هستیم بودم قطعا یه شانس 90%ی داشتم کم کمش، ولی الان دیگه شانسم کمه. فلاینگ ماچین فایر گولدن نایت بربرل اشمام جمع کرد.
اسنو بندا دیگه هوگرایدر چه اومد؟ آقا بیخیا من حتی نتونستم از میتونم بگم از فرصت عادی خودم استفاده بکنم. دیگه چی شد دیگه اینترنت؟ میدونم اگه اینترنتم بودش میباختم ولی میتونستم شانس داشته باشم برای خودم. شاید علی کلر نتش میرفت تو آخر بازی. بچه ها امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا اصلا یادتون نره. علی هم حتما سابسکرایب بکنید. این ویدیو رو اصلا فراموش نکنید که لایک بکنید و یه به صفحه دیگه هم بریم با علی بزنیم. بچه ها توی انتخاب ترکیب ریدم، رسما ریدم توی این ویدیو دیگه با هم دیگه رو دروسی نداریم دیگه. خودتون هم قبول کنید من توی انتخاب ترکیب ریدم بدم ریدم، ولی ویدیوها قشنگ بود، بچه‌ها خیلی قشنگ بودش. بریم که در واقع فردا یه ویدیوی خفن دیگه داشته باشیم.